آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بابر صاحب محترم، یو دوه خبرې د ما ذهن ته راغلې، بیا که څوک لنډې خبرې لري هغوی ته به مو وخت ورکړو، نور به راسن راسو د علمي کنفرانس پیل ته. یوه موضوع مې دا عرض کول غوښتل چې که چاته پوښتنې پیدا کېږي لطفا په هغه چټ کې دي پرېږدي، هغه به موږ توحید کړو، په آخر کې به بیا تاسې پوښتنو ته ځوابونه ووایئ. دویمه موضوع، چون موږ یو لوی ګروپ دی آنلاین لیکچرونو دی هماهنګي یو ګروپ لرو چې په دې کې له د افغانستان له داخل او د افغانستان له خارج نه استادان او متخصصین د پوهنځیو رئیسان آمرین برخه لري. کله چې یو اعلان لویږي لطفا هغوی د هغوی نه هیله دا ده چې اعلان ته ځواب ورکړي تر څو موږ مطمئن سو چې خبره ټولو واخیستله. نور که څوک خبرې لري هغوی دې خپل لنډ نظریات ورکړي، که نه نو راسن به موضوع ته راسو. محترم فرقانی صاحب، فکر می کنم که سمینار شروع می کنیم. باز در ختم سمینار وقت داده میشه هم بر سوالات و هم به نظریات دکتر صاحبای محترم. درست است، شروع کنید بخیر. به اجازه شما من سلاید های خود شیر می کنم. امیدوار هستم که سلاید های مرا شما داشته باشین. دکتر فرقانی سلاید های مرا دارین؟ بله بله دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام و احترامات خود خدمت تمام رؤسای محترم پانزده های طب افغانستان، اساتید محترمشان و شاگردان عزیز که در این سمینارهای ما شرکت می کنند و یا ویدیوهای ما را تعقیب می کنند. خدمت هر یک شما می رسانم یک تشکر خاص از مقامات محترم وزارت تعلیمات عالی و همچنان محترم دکتر فرقانی، رئیس فاکولته طب پکتیا، که در این قسمت مدت های طولانی است که زیاد زحمت کشیدن و باعث شدند که این سیمینارها بین کادرهای علمی افغان از داخل و خارج کشور برگزار شود. من خدمت شما تشکرات و همچنان احترامات خود تقدیم می کنم. یک کار بسیار بزرگ است، البته یک قدم بسیار بزرگ است و ای در بین اکثریت ممالک جهان، هندوستان، پاکستان، ایران، در منطقه و در تمام جهان وجود داره که اونا می خواهند از کادرهای علمی خود از طریق تل ایژوکیشن استفاده کنند و خصوصا برای افغان ها، چون در مدت 40 سال گذشته ما یک تعداد کادرهای خود نظر به جبر زمان اونا مهاجرت کردن و امروز جای خوشبختی است که اونا بتانن قرضای خود با وطن ادا کنن. البته این یک امر معمول است در جهان خارج. وبنارها و سیمینارها امروزه دایر میگردن و دکتر صاحب مجبور و مکلف هستند، حتی فیزیشن هسیستان، فارمسیست در تمام رشته ها که باید در این سیمینارها شرکت کنند و در پروگرام ما در نیویورک اما ساله ما مجبور هستیم که سیمی کردیت داشته باشیم. بدون سیمی کردیت بر ما اجازه پرکتس و یا کار در شفاخانه داده نمیشه و البته ای بسیار زیاد مهم است که ما در سیمینارها شرکت کنیم و کردیت های تعلیمی داشته باشیم. بناهن یک قدم فوقلاده بزرگ است در داخل افغانستان، بی پیشین است و ما از محترم فرقانی سب تشکر میکنم که در این زمینه فعالیت کردن و این کار شروعش اینا ابتکار بزرگ اینا کردن. البته تاپیک امروز ما که از طرف یک تعداد زیاد دکتر صاحب از داخل وطن انتخاب شد درباره شاک بود. دکتر صاحبایی که بار اول در این سمینار ما شرکت میکنن، ما باید خدمت شما عرض کنم که ما در ماه گذشته 3 پارت شاک سمینارایش در داخل افغانستان داشتیم که لینک از او در یوتیوب همراه دکتر صاحب فرقانی است. ما از دکتر صاحب و معسلین جوان خواهش ما ایست که لطفا اونا را ریویو کنین که
او هم پارت شاک می باشه و امروز به ترتیب امو تاپیک ها ما درباره کاردیوجنیک شاک معلومات خدمت شما ارائه می کنم. البته این تجربه ماست، کارهای ماست که در نیویورک می کنیم. امیدوار هستم که در آینده البته در داخل افغانستان هم اجرا شود و یقین کامل دارم که بسیاری از کارهایی ما می کنیم در داخل افغانستان هم اجرا می شود. در قسمت تعریف شاک اگر به یاد داشته باشین در درس‌های گذشته کسانی که امرای ما شرکت داشتن، شاک عبارت از یک حالت هایپو پرفیوژن عمومی عضویت است که عضویت نمیتونه اکسیژن به انساج و اجرات برسانه. البته شما میفهمید اجرات به انرژی ضرورت داره، یا ATP تولید ATP با اکسیژن ضرورت داره. از نقطه نظر فیزیولوژی و بایوکیمیستری شما به خاطر داشته باشین هر مولکول اکسیژن که به مصرف میرسه 36 تا 38 مولکول ATP که عبارت از انرژی می باشه برای اجرات ضروری می باشه. بدون ATP و بدون انرژی اجرات فعالیت کرده نمیتون. البته این مقدار انرژی که تولید میشه بسیار کفایت فعالیت های عضویت می نماید. البته در شاک اکسیژن دلیوری کم میشه. موقعی که اکسیژن دلیوری کم شوه ATP تولید شده نمیتونه و ATP که تولید میشه از انیروبیک سایکل استفاده میشه، یک مولکول یا دو مولکول میباشه که کفایت ضروریات اجرات عضویت نمیکنه. بناهن ما روی از این موضوع صحبت ما امروز میباشه که مسئول و یا خود قلب است که در اینجا عدم کفایه نشان میده. برای از اینکه این موضوع روشن شوه من خدمت شما یک کیس را نشان میدم. البته در اینجا 5 کیس آمده که این شاک های مختلف برای دکتر صاحب های جوان تمثیل میکنن. البته برای تشخیص از اینا شما باید که به ساعت ها ضرورت نداشته باشین، شما 5 دقیقه 10 دقیقه وقت دارین که باید این مریض ها را تشخیص کنید. و طور مثال به اینجا یک مریض برای شما من نشان میدم که یک مرد 75 ساله می باشه، نزد شما به امرجنسی مراجعه می کنه، امروی دردهای صدری و عسرت های تنفسی. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک حالت انکشیس می داشته باشه. ببینین در اینجا تک کاردیا، تک اپنیا، فشار خون مریض 80/60، الکتروکاردیوگرام با سرعت نزد مریض انجام میشه. ST elevation در inferior lead, positive troponin و lactic acid level 5 بلند می باشه. این کفایت می کنه که شما مریض دانه کاردیوجنیک شاک تشخیص نمایه. البته در پیشتر خدمت شما عرض کردم که در شاک ها به صورت عموم اکسیژن دلیوری که به نام D.O2 یاد میشه کم میشه. اکسیژن دلیوری مربوط به کاردیاک آوتپوت، هموگلوبین و O2 سچوریشن می باشه. موقعی که اینمی اکسیژن دلیوری به شکل درست صورت نگیره شاک نزد مریضا پیدا میشه. یاد شما باشه که در درسای گذشته ما گفتیم در بعض امراض است که واسکولار بد و یا بستر اوایی دفعتا توسعه میکنه با وجودی که کاردیاک آوتپوت نرمال است و والیوم خون نرمال می باشه. اکسیژن با انساج نمیرسه به خاطر که بستر وعایی فوق العاده توسع میکنه. اینمی حالت به نام دیستریبیوتیو شاک یاد میکنه که مثالش در ماه گذشته در باره سپتیک شاک، انافلکتیک شاک و همچنان نوروجنیک شاک من خدمت شما عرض کرد. اگر که خونریزی های شدید و یا بلد والیوم نزد مریض ها پیدا شود، این را به نام هایپوولیمیک شاک یاد میکنه که به روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر کابل به شفاخانه کیور کابل ما در امی هفته به تاریخ بخیر فکر میکنم 9 اوت میشه ما درباره هایپوولیمیک شاک. البته از مسئله محترم خواهش میکنم که لطفا در او وقت هم حاضر باشین. این کیس هاییست که در افغانستان کانسلتیشن های متعدد به ما رسیده. اگر که کارد یک آوپوت کم شود به طور مثال حادثات سکته های قلبی، یادتان باشه وقتی که شما اکیوت ام آی می داشته باشین اگر بیشتر از 40% عضلات قلبی موقوف شود
کاردیاک آوتپوت سیگنیفیکنتلی کم بشه، باعث شاک بشه. که مثال آمدهش من خدمت شما عرض کردم کاردیوجنیک شاک میبشه و در این کارتون به بسیار وضاحت هایپوولیمیک شاک نشان داده که میتونه متعاقبه زیاد یک مقدار زیاد والیوم خون، میتونه استفراغات باشه، نان هموراجیک باشه، میشه ایسالات باشه، میتونه سوختگی ها باشه، میتونه انتستینال ابستراکشن باشه، پریتونایتس باشه. هایپوولیمیک شاک میسازه که گفتم به روز چهارشنبه امی هفته ما در این باره بحث خواهیم داشت. دیستریبیوتیو شاک گفتیم واسکولار بد توسعه میکنه که در او جمله سپتیک شاک، انافلاکتیک شاک، نوروجنیک شاک. البته واقعاتش همه روزه شما در امرجنسی رو میبینید. کاردیوجنیک شاک امروز مورد بحث ما میباشد. بسیار دلچسپ است اگر تا یکچه مدیسن شما ریویو کنید. برای اولین بار بهترین تعریفی که برای شاک صورت گرفت توسط جان کولین وارن در سال 1895. ببینید که چقدر مقبول تقریبا 125 سال پیش شاک تعریف کرده که من فکر میکنم بهترین تعریف امی تعریف است. اینا میگه که a momentary pause in the act of death، یعنی یک صفحه پیش از مرگ است. اما نقطه بسیار عمده که اینا اکایه میکنن چیست؟ میگه اگر شما اهتمامات لازمه را در ساعات اول بگیرین is reversible، مریضایتان نجات میافن. اگر خدای نخواسته شما در تلفن مصروف باشین، در وقت نان خوردن باشین و مریضتان غفلت کنید، باعث مرگ مریضا میگرد. تعریف هایی که فعلا در امریکا صورت میگیره همه گیش به این نتیجه رسیدن که عبارت از کم شدن اکسیژن، عدم کفایه قلبی است که نمیتونه اکسیژن بر انساج برسانه. در جوامع غربی در امریکا انسیدنسش در حدود 44% شاک کاردیوجنیک شاک تشکیل میتون. یعنی یک نمبر بسیار بزرگ، تقریبا 50% نیم کیسای شاک در امریکا ناشی از کاردیوجنیک شاک میباشد. و در حدود بیشتر از 50% یعنی 70% کاردیوجنیک شاک ناشی از سکته های قلبی میباشد. یک رقم فوق العاده درشت است. همچنان مطالعات نشان میدهد. البته اینجا جورنال امریکن هارت اسوسییشن است که برای ما البته مطالعات زیاد است نشان میده که در امریکا و جوامع غربی حادثات سکته های قلبی و کاردیوجنیک شاک رو به ازدیاد است. البته شما سوال براتون پیدا میشه که در امریکا که البته تمام وسایل موجود است، همگی میتونه به تبابت و هلت کیر دسترسی داشته باشن، چرا کاردیوجنیک شاک زیاد میشه؟ به خاطر که در جوامع غربی مخصوصا امریکا زیادترین نفوس جریاتری هر روز طبقه 7 and 8 decade of life بسیار شده میره و اینا اتروسکلروز می داشته باشن، هایپرتنشن می داشتن، دیابت می داشتن، بناهن مساعد هستن که اکوت امای و کاردیوجنیک شاک در نزد از اینا دیده شده. از نقطه نظر اسباب به صورت بسیار مختصر قسمی که بیشتر گفتم، اکثریت واقعات بیش از 50% واقعات سکته های قلبی است. اما میتونه که سیویر هایپوکسیمیا، کاردیومایوپاتی پریکاردیال تامپونات، اسیدوسیس یا اسیدیمیای شدید، کاردیاک اریتمیا، وی تک وی فر تروماس و همچنان عدم کفایه دسامات قلبی، همگی از این میتونه که باعث کاردیوجنیک شاک گرده. بنابراین برای آسانی کاری رو به دو گروه تقسیم میکنن، یکی رو به نام کرونری ریلیتد کاردیوجنیک شاک یاد میکنن که مربوط اکیوت امای و حادثات قلبی می باشه و اکثریت اوقات تشکیل می ده که بیشتر وقت ما امروز در امی برای شما مصرف میکنم. و دیگه بود از نان کرونری کاردیوجنیک شاک هست، گفتم کاردیاک اریتمیا وی تک وی فر دسامات. ابستراکتیو شاک هم در این جمله کاردیوجنیک شاک شامل میشه، اسیدیمیا، هایپوگلیسیمیا، تنشن نوموتوراکس، اینا همه گیش میتونن باعث کاردیوجنیک شاک شد. برای دکترهای جوان معسلین ضرور است که ریسک فاکتور رو باید بفهمن که کدام مریضا وقتی که به شاک میوه نزدشون مراجعه میکنن، اینا باید به اون دقایق اول، ما از ساعت گپ نمیزنم، از دقیقه گپ میزنم، در دقایق اول باید به سرعت اینا تشخیص کنن و اهتمامات لازم را بگیرن. اول طبقه امراض قلبی، هایپرتنشن، دیابت، گاوت،
اوبيسيټي اتريوسكليروسس يب ای هي تمو امریکانه یو کنفرانس د کړي دي نیک شه اگر لطف کنین امو مایکروفون تونا میوت کنین بسیار خوش میشم که باعث اذیت دیگر دکتر سربای محترم نگردن. در قسمت پاتوفیزیولوژی و پاتوجنس شارک به صورت بسیار مختصر یاد شما باشه در ماه گذشته پارت اول مخصوص در باره پاتوجنس و پاتولوژی شارک بود. البته یادتان باشه که شارک چون اکسیژن دلیوری کم میشه به تمام انساج کم میشه، بنابراین تمام انساج متاثر میگردن. در قسمت قلب یک نقطه به یاد شما باشه وقتی که کاردیاک اوتپوت بسیار کم میشه کرونری پرفیوژن هم متاثر میشه، چون کرونری ها از قسمت پراکسیمال اسندینگ اورتا منشأ میگیره. بنابراین وقتی که کاردیاک اوتپوت کم میشه او هیچ پرفیوژن نمی، بنابراین ایسکیمیای شدید کرونری پیدا میشه، مایوکاردیال سپرسین فاکتور آزاد میشه و در نتیجه یک ویشس سایکل و یا سایکل معیوبه میسازه که در نتیجه از این مریض بیشتر به مرگ نزدیک می سازه. از نقطه نظر سریریات اکیل کامل دارم که همگی دکتر سایبای معسلین فاکولته طب استاجرا آگاستن که یک حالت هایپوپرفیوژن گفتیم سکته های قلبی باعث دردهای شدید طرف چپ صدر پرشر تایپ به شانه انتشار میکنه، به گلونی شانه انتشار میکنه همراه دیافوریسیس ناجی و وامتنگ نزد شما مراجعه میکنه. وقتی که هایپو پرفیوژن می باشد در سی ان اس حالت شعوری مختل میگرده، مریضا لتارجیا می داشته باشه، کانفیوژن می داشته باشه، فشار خون پایین میشه، تکی کاردیا تکیپنیا پیدا میشه و بالاخره یادتان باشه که 20 تا 25 فیصد کاردیاک اوتپوت گرده ها را پرفیوز میکنه. بنابراین وقتی که کاردیاک اوتپوت به صورت آنی سقوط میکنه اولیگیوریا یعنی مریض ادرارش کم میشه، پرفیوژن کیدنی ها گلومیرولا ها کم میشه، یورین اوتپوت دراپ میکنه کمتر از 20 ml در یک دقیقه میشه یا کمتر از 5 ml در یک دقیقه شو به نام انیوریا یاد میشه. و می شکل گفتیم که در دای صدری اسم که پیشتر خدمت شما عرض کردم از نقطه نظر معاینات فیزیکی مریض ها یک حالت انگشیس می داشته باشه، تکیکاردیا تکیپنیا هایپوتنشن سکین مریض ها جنرال اپیرنسش کولد کلامی سکین نبضشان خیتی می باشه، دستنشن جی وی دی برشان پیدا میشه، تکپنیا و شما می فهمین یک حالت یا رکودت عمومیش کرکلز در ریه های مریض ها شنیده میشه، سیانوسیس حالت عرق آلود است که در نزد مریض ها شما به بسیار آسانی می بینید. در تشخیص مرض هیچ کدام ما شما مشکل نداریم، اگر تاریخچه مریض ببینی یک مریض موسن قسمه که پیشتر گفتم 75 ساله بود شاید هایپرتنشن داشته باشه، دیابیتیس داشته باشه، گاوت داشته باشه، اتروسکلروز می داشته باشه، اینا نزد شما مراجعه میکنم برای دردهای صدری، هایپوتنشن، تکیکاردیا، سینوسیس، استری گالوب شنیده میشه. از نقطه نظر EKG شما همه در کابل در هر جای انجام میشه، استی الیویشن به مون که قلب موقوف شده نشان داده میشه و اکوکاردیگرام در شفاخانه ما در امرجنسی روم اکوکاردیگرام همیشه صورت میگیره، امون آیه که موقوف شده در تقلصات قلبی شرکت نمیکنه. چست اکسری چون یک رکودت عمومیست کانجشن نشان میده، increased vascular marking پری برانکیل کافینگ کرلی بی لاین پلورال افیوژن، این چیزای وصفی است که با مجرد چست اکسری مریض را شما در امرجنسی روم انجام میدین. میبینین انزایم های کاردیاک میبینین سی کی ام بی کامپوننت تروپونین در نزد مریض ها مثبت میباشه. یادتان باشه که ما در آی سی یو مریض های اکیوت ام آی امرای انویزیف کاردیالوجست دست به دست هم دارن، اصلا از یکی از کاردیولوگ های ما که در تیم افغانستان امرای ما همکار هستن ما از اونا خواهش کردم که امروز امرای ما در این کنفرانس امرا باشن، چون پسانا شما میبینین که اکثریت تداوی های انویزیف اکیوت ام آی توسط انویزیف کاردیالوجست انجام میشن. اونا متاسفانه امروز مصروف بودن اما ما برتون وعده میتم انشالله بعدی شما در سیمینار های بعدی شما انشالله از اونا خواهش میکنم که
بیشتر معلومات خدمت شما ارائه کنه. اونا به سرعت نزد مریض کرونری آنجیوگرافی انجام میدن و نایه تزیق و استینوز و رپچر پلاک تشخیص میکنن، آنجیو پلاستی ستنت میمانن. پولمنری آرتری کاتترایزیشن اگر در مرایل ابتدایی مریضا نزد شما مراجعه کنه شما ضرورت نداره، اما در مرایل پیشرفته اگر مراجعه میکنه سوانگنس کاتیتر و یا رایت هارت کاتترایزیشن بسیار معلومات هموداینامیک و آکسیمتریک بر شما میده که من بعضی از اونها را خدمت شما ارائه میکنم. آرتریال بلاد گاز بسیار زیاد مهم است در مریضای آی سی یو. ما ماه گذشته یک سیمینار داشتیم در پوانتون طب غالب، ما در اونجا یک ورکشاپ اسید بیس ابنورمالیتی را امرای از ناکار کردیم، در حدود 10 کیس در اونجا به صورت مکمل تشریح شد که لینکش امرای دکتر سب ستانگزای و همچنان دکتر سب فرخانی است، در یوتیوب موجود است. لطفا لطفا از محصلین پوانتون طب افغانستان خواهش میز که امی سیمینارها را شما فالو کنین، برای که یکی به دیگه ارتباط دارن. لیور فانکشن تست و رینال فانکشن تست بسیار مهم است. یک موضوع بسیار مهم هم می خواهیم اینجا خدمت شما عرض کنم که در امریکا در نیویورک و در تمام جهان غرب به نام EMS وجود داره، Emergency Medical Service. یعنی چی؟ در شاک تایم از منی، در کاردیوجنیک شاک کاردیک مسل از منی. یادتان باشه که اگر شما به زودی این مریضا را تشخیص نکنین، مثل که 125 سال قبل دکتر وارن گفت، اگر شما در ساعت اول اهتمامات بگیرین مریضتان شفایاب میشه. در غیر از شما مریض از دست میتین. در امریکا ما EMS داریم، Emergency Medical Service. با مجرد که 911 تلفن میکنن میگن که ما درد صدری دارم، در ظرف 5 دقیقه Emergency Medical Service با اونجا میرسه و اینا تکنیشن هایی دارن که در Resuscitation ABC Airway Breathing Circulation اینا ترین شده و سرعت خود در اونجا میرسانن، اکسیژنیشن مریض تأمین میکنن، برای مریض خوب پریفرال لاین چالان میکنن، خون مریض میگیرن، حتی مریض ها که انتوبیشن ضرورت داشته باشن مریض ها را انتوبیت میکنن، EKG انجام میتن، با سرعت با نزدیکترین شفاخانه تلفن میکنن که ما در حرکت هستیم، 5 دقیقه بعد به امرجنسی رو میرسیم و مدیکل تیم در اونجا منتظر امرجنسی مدیکل سرویس میباشه، انویزیف کاردیالوجست موجود میباشه تا ای که تداوی های لازمه نزد مریض گرفته شد. البته این نقاط را که من خدمت شما عرض کردم هیچ کدامش نو نبود، شما هم میگیشن آشنایی دارین. اینال میخواهیم که یک چند دقیقه دیگر یا نیم ساعت دیگر درباره اهتمامات لازمه در نزد مریضا خدمت شما ارائه کنم. اول ما 4 تیم داره. تیم اول که است به نام مدیکل تیم یاد میشه که با مجرد مریض در امرجنسی روم میرسه، مدیکل تیم آی سی یو تیم حاضر است و در ریسوسایتیشن ای بی سی ای او بریدینگ سرکولیشن اینا را کوشش میکنه که به صورت درست تامین شود. یک سری نقاط دیگر خدمت شما بعدا عرض میکنم. تیم دوم به نام انویزیف کاردیولوژیست است که یادتان باشه بسیار زیاد مهم است. اینا از امو ساعت اول امرای ما هستن، اکثریت پروسیجر ها به دست کاردیولوژیست میباشه، ما امرایشان هم کاری میکنیم. تیم سوم اگر انویزیف کاردیولوژیست تصمیم بگیره که مریضشان تریپل ویزل دیزیز داره و در استنت پلیسمنت جواب نمی گویه، توراسیک سرجن کانسلتیشنش می خواهد و اونا به سرعت بعد از ریسوسایتیشن عمل می کنن. بالاخره تیم چهارم نرسینگ کیر است که ما در هر باره اینا مختصرا معلومات خدمت شما را می کنم. بازم دوباره تکرار می کنم، time is cardiac muscle. یعنی هر قدر که در سرعت شما این مریضاتون رو تشخیص کنین با مو اندازه چانس سروایو ولی مریضا بلند است. چنانچه در این مطالعه شما میبینین به میوار وای که شما میبینین مورتالتی یا وفیات مریضا نشان میکن، میوار اکس که شما در قسمت میبینین. بازم از دکتر سروای محترم خواهش ما همیست لطف کنین مایکروفون های خود آف کنین تا ای که خدای نخواسته باعث
مشکلات برای دکتر سایبایی دیگه نشین. اگر در ساعت اول شما مریض تشخیص کنین، وفیات کمتر از 10%، کمتر از 5% است. بعد از 10 ساعت وفیات 50% میشه و البته به می شکل وفیات بلند رفته میره. بنابراین این بسیار زیاد مهم است که دکتر سایبا در قسمت مریضای کاردیوجنیک شاک سرعت عمل به دست بگیرن. البته یادتان باشه که در شفاخانه هایی که انویزیف کاردیولوژیست موجود نمی باشه، در ساعت اول از ترومبولیتیک استفاده میشه که این مطالعات ترومبولیتیک نشان میده که اگر شما در صفحه اول، یعنی هنوز نزد مریض شاک پیدا نشده، تنها فشار خونش پایین شده، اگر شما ترومبولیتیک استفاده میکنین وفیاتشان کمتر از 30% است. وقتی که به شاک میرسه، یعنی فشار خونشان کمتر از سیستولیک کمتر از 90 میشه، ما وازوپرسور چالان میکنیم، وفیات بلند میره 53%. فشار خون از 80 پایین شود، سیستولیکش ببینین وفیات به 70% میرسه. بناهن سرعت عمل به نهایت مهم است. ببینیم که مدیکل تیم یا انتنسیف کیر تیم که ماستیم، ما چی میکنیم؟ یادتان باشه که فشار خون از فانکشن آف سیستمیک واسکولر ریزیستن و کاردیاک اوپوت می باشه. کاردیاک اوپوت از فانکشن آف هارت ریت و ستروک والیوم می باشه. ستروک والیوم مربوط است در لیف ونتریکولر والیوم و همچنان تقلصات فایبرهای قلبی. Shortening of myocardial fiber. اینمی مربوط میشه به preload contractility و afterload. یادتان باشه که در مریض های اکیوت مایکاردوجنیک شاک کانتراکتیلیتی کم میشه برای اینکه کاردیاک اوتپوت ما کم شده و همچنان آفتر لود فوق العاده بلند میشه. بناهن وقتی که شما این نکات در نظر داشته باشین، به حیث انتنسیویست شما میتونین که مریض هایتان قسمه که لازم است ضرورت داره امو پارامترها را اپتیمایز کنیم. شاید یکی دو دکتران یا مسئولین جوان از داخل افغانستان سوال کنه که ما چطور سیستمک واسکولر ریزیستن و یا ستروک والیما بفهمیم. البته یاد شما باشه در مراحل ابتدایی شما ضرورت ندارین. متاسفانه اگر مراحل پیش رفته میشه، شما بر رایت هارت کاتترایزیشن و یا سوان گانس و یا کاتیتر یا بالون تپ کاتیتر ضرورت دارین که ما در این باره بیشتر صحبت نمی کنم. اما از دکتر سایبایی که در انتنسیف کیر یونت کار میکنن و به این علاقه مند هستن، ما یک سیمینار داشتیم در ماهای قبل و لینکش پیش دکتر فرقانی است، لطفا برین. در اونجا به صورت بسیار مفصل در باره پولمنری آرتری کاتیتر اندیکیشن و نتایجش معلومات خدمت شما ارائه شده می باشد. البته بسیار مهم است که درباره فرانک ستالینگ کورف، این دو مؤلف و دو ساینتیست جهان که در سالهای 1866 به بالا، اینا چی گفتن؟ گفتن که اگر ما والیوم در اجواف قلبی بیشتر بسازیم، تقلصات فایبرهای قلبی و کاردیاک اوپوت و یا ستروک والیوم بیشتر میشه. که البته از اونمو تاریخ تا به حال ببینین که روی ازمی موضوع کار میشه. البته بیاییم که در بریزای کاردیوجنیک شاک و هارت فیلر مطالعه کنید. اگر شما میواره وای مورد مطالعه قرار میتین، ستروک والیم و یا کاردیاک اوپوت تشکیل میده. اگر میواره اکس مورد مطالعه قرار میتین، پریلود و یا لف ونتریکولر اندستولیک والیم یا پولمونری کپلری ویج پریشر نشان میده. میبینید در حالت نرمال قسمه که پیشتر امی استرالینگ و فرانک ستالینگ میگه، هر قدر که شما ایره کش میکنین، یعنی به طرف میوار اکس زیاد میشین، ببینین کاردیاک اوتپوت و ستروک والیوم زیاد میشه، بی نرمال است. در حالت اکسرسایز حتی به طرف ای میریم، این تقلصات قلبی کاردیاک اوتپوت و ستروک والیوم نشان میده. در هارت فیلر چی میشه؟ پایین میشه، ببینین به سی میرسه. در کاردیوجنیک شاک چی میشه؟ دی میشه، فوق العاده پایین میشه. امیدوارم که همراه ما باشین. انال شما ببینین در ای عادثات کانترکلیتی کم شده و آفترلود بلند میشه. بنان وظیفه مومنعیسی یک انتنسیوستی است، چطور میتونیم دیر به سی و حتی نزدیک به بی؟ امکان نداره که شما ایره به بی برسانین، اما میتونین که ایره نزدیک به بی برسانین.
چطور برسانیم؟ این سوال است که ما معمولا انجام میدیم برای معسلین طب به صورت بسیار خلاص در سوالات یو سی ملی و در سوالات بورد آف مدیسن همیشه می آیم، میگه استروک والیوم چیست؟ استروک والیوم اون مقدار خون است، حجم خون است که در یک تقلص قلبی بیرون میشه. فرمولش چیست؟ اند استولیک والیوم ماینس اند سیستولیک والیوم. اگر شما 120 مل بگیرین در حالت نرمال ماینس اند است این سیستالیک والیوم که 50 میشه، یعنی هر استروک والیوم ما شما 70 ام ال می باشه. این حالا در یک دقیقه ما شما چند دقیقه قلب ما تقل، فکر کنین 70، اگر یه ضرب 70 کنین تقریبا 5 لیتر در منت میشه که این کار یک اوپا در تشکیل میده. ایجکشن فرکشن فرق داره، استروک والیوم تقسیم این استالیک والیوم اگر 70 تقسیم 120 کنید 58% حالت نرمال ایجکشن فرکشن نشان میده. این جست برای از اینکه ما هموداینامیک صحبت میکنم برای دکتر سوام و مسئولین جهان و همچنان در امتحانات حتما میه. البته این سلاید هایی که من خدمت شما تقدیم میکنم این سلاید های استاندرد است برای ایژوکیشن دکتر سایبا در داخل شفاخانه ما، ما برای تمام معسلین استاجر و همچنان دکتر سایبا ویزیدنت این لکچر ها را باید ترتیب بدیم، ما اونا را برای شما شریک ساختم امروز. هدف ما چیز در تداوی امریلا؟ گول چی است؟ اولی که شما گفتین که خود مایوکاردیم دمج دیده، از او که باید اجازه ندیم که دمجش بیشتر شد و دیگه چطور میتونیم کانترکتلیتی کم شده بهتر بسازیم کانترکتلیتی و یا آینوتروپیزم در خود قلب. ای اهداف ماست. همیشه گفتم که فرست لاین تریتمنت عبارت از چیز اول اکسیژنیشن است، ای بی سی. ما کوشش میکنیم که اکسیژنیشن خون مریضا بالاتر از 90% 90-92% باشه، زیاد ضرورت نیست. میتونه نیزو کانولا، میتونه فیس ماسک، میتونه ناندری بریدینگ ماسک، حتی اگر ضرورت باشه شما مریضا سن باید انتوبیت کنید اگر ضرورت باشه. برای درد های صدری مریضا ما از نارکوتیک شما میتونین از مورفین سلفیت استفاده کنید. مایات بسیار و ایتیات در نزد مریضا از استفاده شده به خاطر که اکثرا در نزد از مریضا کانجشن پریلود بلند میشه و همچنان وازو اکتیف مدیکیشن بسیار مهم است که کدام وازو اکتیف در نزد مریضا شروع کنه. یادتان باشه که در قسمت وازو پرسر ها بیشتر دوپامین استفاده میشد، فعلا مطالعات جدید نشان میده که گولد وازو پرسر یا وازو پرسر چویز در کاردیوجنیک شاک نور اپینفرین و یا لیوفت می باشه. البته فراموش نکنم من یک دکتر از غور امرای ما تماس گرفتن و مریض خود امرای دوبه تامین تداویش شروع کردن. یاد شما باشه که برای دیگه فشار خون مریضا رو دوبه تامین در مریض های هایپوتنسیف شما شروع نکنید. اول باید فشار خون مریضا تامین شد و بهترین وازوپرسر در کاردیوجنیک شاک امروز نور اپینفرین است. دوپامین مطالعات نشان میده که وفیات مریضا دیمند زیاد میکنه برای اینکه بیشتر بیتا وان اکتیویتی داره نظر به نور اپینفرین. ما در سلاید بعدی خدمت شما ارائه میکنم. دوم آینوتروپی ما چند خمشه داریم، یکی ملرونون است که عبارت از فاسفودایسترس انهیبیتر است، تقلصات قلب بهتر میکنه. دیگه عبارت از کارمندان و یا لیوزمندان است که اینا سنسیتیویتی کلسیم چنل بهتر میسازه، تقلصات آینوتروپیزم بهتر میسازه. بالاخره دو بیتمی که البته بیتا وان اکتیویتی بهتر میسازه که ایرم بعدها خدمت شما. این حال ما ایخو گفتیم وازوپرسر فشار خون مریضا را کوشش میکنیم بهتر بسازیم، دوم تقلصات قلب مریضا رو بهتر بسازیم، افتر لود کم کنیم. چطور افتر لود کم میکنیم؟ از وازو دایلیتر استفاده میکنیم که شامل نایتروگلیسرین و نایتروپروس، البته ادویه زیاد است خویی استاندارد است که معمولا باید به خاطر باشه. همچنان دایورتیک داره و یاد شما باشه آنتی اریتمیک ترومبولیتیک در دقایق اول میتونین نزد مریضا استفاده کنین، آنتی کواغولان در شروع میتونین استفاده کنین، اسپرین به نهایت مهم است ساعت اول شروع میشه، بیتا بلاکر و ایس انیبیتر وقتی که فشار خون مریضا تأمین شد. در ابتدا ما نزد مریضا چون هایپوتنشن میداشته باشه و کلسیم چینل بلاکر هم در جمله شامل استفاده کرده نمیتونیم. البته یاد شما باشه، اگر یاد شما باشه در گراف فرانک ستالین کور ما برای شما گفتم که ما باید که امی کور و به طرف نرمال ببینیم. ببینید اینجا مطالعات نشان میده اگر دیجاکسین استفاده کنیم
اگر که فنتولامین که عبارتش الفا بلاکر می باشه به این شکل، اگر نایترو پروساید به این شکل، اگر لیسیکس می باشه یعنی داورتیک می باشه، کوروه به این طرف انتقال میده. یا تما باشه که معمولا ریه ها کانجستد می باشه در این مریض ها، پلمونری کپلری ویج پرشه بالاتر از 18 پریلود زیاد می باشه در نزد مریض های دان. چند نقطه دیگر می خواهیم خدمت شما بازم از دکتر سربایی که ناو جوین میکنن، خواهش مریض که لطف کنین مایکتان آف کنین. یاد شما باشه به صورت بسیار مختصر یک تعداد دکتر سرمان سوال داشتن، ما یک تعداد رسپتورها داریم. یکی عبارت از الفا 1 رسپتور هاست که به مقدار زیاد در بستر وایی پرفرال یا محیطی بیشتر می باشه، وظیفهشان وازو کانسترکشن است. و این شما می بینیم که بیشتر اپنفرین، نور اپنفرین و فنایلفرین در اینجا قهرمان هستند. بازم تکرار میکنم مریض هایی که کاردیوجنیک شاک مراجعه میکنن، آپشن اولتان همیشه از نور پنفرین است. دوم، بیتا وان رسپتور ها بیشتر بالای قلب وجود داره که وظیفش اینوتروپیک و کرونوتروپیزم است. در اینجا دو بیتامین قهرمان است، متعاقبش دوپامین است با دوز نور پنفرین. یادتان باشه اگر مریض هایتان هم رای نور پنفرین شروع میکنین، احتمالا یا اتفاق میفته که مریضتان به کاردیک ارویت میابره. این سوالات بورد مدیسن است و همچنان سوالات یوسی ملیت. یک مریض امروی کاردیجنیک شاک مه، شما برش نور پنفرین چالان میکنید، مریضتان اس وی تی پیدا میکنند. در این وقت شما نور پنفرین استاپ میکنین، از فینایل افرین استفاده میکنید. شما بینین فینایل افرین ایچ بیتا وان اکتیویتی نداره، نور پنفرین 3 پلس داره، اما دوپامین 4 پلس داره، دو بیتامین 5 پلاس داره. معذرت میخوام. بناهن دانستن این سلاید هم بسیار زیاد مهم است برای دکتر سایبا و سوالات امتحان من. یادم باشه که سوالای بسیار طولانی است. حتی از پیش از 2000 ما امی متوده که خدمت شما عرض میکنیم استفاده میکنیم. ما مریضا را آینوتروپیز می دادیم، وازوپرسور می دادیم، وازودایلیشن می دادیم، پلمونری آرتری کاتر داخل می کردیم. اما مشاهدات نشان می دهند هر قدر که بیشتر از وازوپرسور و آینوتروپیزم استفاده کنین، وفیات بلندتر میره. البته ما به هدف اینا را استفاده نمی کنیم، هدف داریم، اما ببینید وقتی که از لو دوز استفاده می کنیم، وفیات 2% می باشه. وقتی که شما مجبور میشین مریضتان لاکتیک اسیدش بلند میره، میکس وینس اکسیژن سچوریشنش پایین میشه، اون شما مانیتور میکنید، در اون اوقات شما مجبور هستین که این بیشتر استفاده کنین و وفیات حتی 80% میرسه. بنابراین اخیرن میکم مدت هاست که انویزیف کاردیالوجیست در پیکچر میایه، تا ای که ما بتانیم از وازوپرسور و آینوتروپیزم استفاده نکنیم. چرا وازوپرسور و آینوتروپیزم وفیات بلند میبره؟ به خاطر از اینکه تقلصات قلب بیشتر میکنه، حرکات قلب بیشتر میکنه، لفت ونتریکولار اندیاستولیک پرشر بلند میکنه، اکسیژن دیماند بلند میکنه. کار قلب مجبورش این که وقتی که تخلص بیشتر میکنه، حرکات قلب تاکیکاردیا پیدا میشه، واضح است که اکسیژن بیشتر ضرورت پیدا میکنه. بناهن تصمیم گرفتن که انویزیف کاردیالوجست در صحنه داخل شود. از این خاطر است که انویزیف کاردیالوجست در پلوی شما دمو دقیقه اول که مریض در امرجنسی رو میرسه همراه شما میباشه. چی انویزیف کاردیالوجست؟ اینجا مطالعات نشان میده، یه از یونیورسیتی مشیگان است، سالهای گذشته را ریتروسپیکتیو استادیز اینا مطالعه میکنه، میبینه که اگر از انترونشن استفاده کنین سروایوول میبینه رنگ سرخ بهتر است از اونایی که استفاده نشده، انترونشن استفاده نشده وفیاتشان بیشتر است، سروایوولشان کمتر است. اینا انترونشن ها چی هست؟ کدام انترونشن ها رو اینا انجام میده؟ اول پرکوتانوس انترونشن با سرعت اینا با دست ریسوسایتیشن البته در افغانستان انجام میشه. خوشبختانه از طریق فضای مجازی دکتر صاحب برای ما میگن که اینا با سرعت آنجیوگرافی میکنن، آنجیوپلاستی میکنن، استنت میمونن. البته اگر تریپل ویزل یعنی بسیار اکستنسیف دیزیز باشه
به او صورت توراسیک سرجن بایپاس گرافت میکنن که نتایج مثبت داده به خیلی در افغانستان انجام میتن. اینترا آورتیک بالون پمپ ترانس وینس پیسینگ انجام میشه در داخل افغانستان، پارکوتانس وینتریکولر اسیس دیوایس و بالاخره اکمو در نزد مریضا. ای پروسیس انویزیف کاردیالوجستیم انجام میتن به صورت مختصر. شما میفهمین وقتی که اکیوت مای میشه یکی از شعبات کرونری متعاقب ربچر پلک بسته میشه، آنجیوگرافی نشانش میده، آنجیوپلاستی و بالاخره استن مانده میشه. این به بسیار صورت دوم انترا آورتیک بالون پمپ عبارت است بالون تپ کاتیتر است. امی بالون طولش در حدود 10 اینچ باید که تپ امی بالون در نزدیکی یا left subclavian artery، left subclavian artery ببینه در اینجا معادل به left subclavian وظیفه چیز در اثنای دیاستولیک انفلیت میکنه، بزرگ میشه، بند میکنه در اثنای دیاستولیک. این فشار پراکسیمال آورتا را بسا بلند میبره، پرفیوژن کرونری ها را بهتر میکنه، با مجردی که سیستول شروع میشه دیفلیت میکنه، تخلص میکنه، کوچک میشه. هیچ وظیفه چیز، البته این ماشینش برای شما اینجا نشان داده، وظیفه از این امراه الکتروکاردیگرام اما هنگ می باشن. وظیفه چیز استروک والیم بیشتر می کنن، پرفیوژن بیشتر می کنن در کرونری ها، پری لود و افتر لود کم می کنن که این البته فوق العاده مهم است. یکی از انترونشن ها که صورت می گیره ایست، اما اگر مرایل ابتدایی باشه شما ضرورت نمی داشته باشه، مرایل پیشرفته کمک می کنن. دوم انترونشنی که امروز انجام میشه به نام امپلا یاد میکنه. امپلا چی میکنه؟ عبارت از دیوایس های فوق العاده کوچک است که توسط کاتتر داخل لف ونتریکولر میشه. شما میفهمین که لف ونتریکولر فعلا مشکل داره، کار کرده نمیتونه، بنابراین کار لف ونتریکولر انجام میده، با سرعت والیوم خون از لف ونتریکولر تخلیه میکنه. سوم چیز به نام تندم هارت یاد میشه، یا هم یک دیوایس بسیار کوچک است که از طریق انفیریر ونا کاوا اول در رایت اتریوم بالاخره از طریق سپتوم در لفت اتریوم این وظیفه امپلا انجام میکنه. امپلا خون از لفت ونتریکولار تخلیه میکنه، این خون از لفت اتریوم خون شیریانی است، خون اکسیژنی است، این کار قلب انجام میده با سرعت در فیمورال ارتری در اونجا درین میکنه. و هدفش چیز؟ هدفش چیز که یک البته یا کلش یادتان باشه شارت ترم سپورت است، تمپوراری 4 روز 5 روز. به خاطر چی؟ به خاطر که اینمی مدت ضرور است برای قلب، چون قلب موقوف شده که استراحت کنه، وظیفه اینا انجام میتن و در عین حال شما از وازوپرسر و عین تروپیزم ضرورت نمی داشته باشین. متد چهارمی که فعلا استعمال میشه به نام وینو آرتریال اکمو یاد میشه. یعنی چی؟ یعنی خون از subclavian vein از venous system میگیرن، میارن در یک فیلتر اکسیژنیت میکنن، CO2 شو بیرون میکنن، دوباره در femoral artery drain میشن. هم کار قلب هم کار ریه انجام میده، نایه که موقوف شده به استراحت میپردازه و ریکاوری میکنه. البته اینجا امپلا دیوایس اشکال مختلف شد برای شما نشان میده، اینجا تندم هارد نشان میده. ببینین پولمونری کابلری ویج پرشه پریلود کم میکنه، ریدیوز ونتریکولر ورک لود، کار قلب آسان میکنه، استروک والیوم بهتر میکنه، مین آرتریال بلاد پرشر پرفیوژن بهتر میکنه. اکمو وینو آرتریال اکمو ما در ای آر دی اس از وینو وینوس اکمو استفاده میکنیم، در اینجا از وینو آرتریال استفاده میشه. وینس خون وینس میگیرن، اکسیژنیت میکنن، هلمینیت سی او 2 رو میکنن، دوباره در آرتری داخل میکنن. ببین پی اچ امپروو میکنه، پی سی او 2 رو کم میسازه، هلمینیشنش بهتر میکنه، اکسیژنیشنش بهتر میکنه. بازم نشان میده اگر شما ببینین این امو امپل هست، نشان میده کاردیاک پاور اوتپوت بهتر میکنه، فلور مین ارتریال بلاد پرشر میکنه، سروایوول مریض ها، و بالاخره در حقیقت تمام از اینا اکسیژن سپلای بهتر میکنه، دیماند کمتر میکنه. همیشه یاد شما باشه مشکل قلب در عادثات قلبی ازدیاد دیماند کم شدن سپلای است، این معکوسش عمل میکنه که مریضا بهتر یادن. البته این مطالعه دیگه است که جورنال آف امریکن کالج آف کاردیالوجیست نشان میده که اگر شما از امپلا استفاده میکنید ببینید که
پیش از سپورت و بعد از سپورت کاردیک آوپود از یک کاردیک اندکس که فوق العاده مهم از 1.7 به 2.2 بلند میشه، از انترا اورتیک بالون پاپ از 1.7 به 1.7 سیگنیفیکنتلی کاردیک آوپود، یعنی سپلای بیشتر میکنه دیمند کم میکنه. همچنان این هم از جورنال امریکن کالج آف کاردیولوژیست گرفته شده نشان میده که امپلا ضرورت با آینوتروپ پرشر، اگر شما از انترا آورتیک بالون پمپ استفاده کنید در حدود 50-54% ضرورتش کم میشه با وازو پرسر و آینوتروپیزم که البته وفیات بلند می بود. اگر شما از امپلا استفاده کنید 75% ضرورت با وازو پرسر و آینوتروپی کم می سازد. البته این نشان میده اشخاصی که البته سروایول مریضا را نشان میده، اشخاصی که از این استفاده میکنن فوق العاده مهم است. بالاخره پارت آخری که خدمت شما میخوایم عرض کنم و او ایست که اگر مریض های شما توسط انویزیو کاردیولوژیست معاینه میشه و میبینه تریپل ویزل دیزیز داره، یعنی تمام شریان قلبی موقوف شده، در او وقت ها وقت است که از کابچ استفاده میشه، بایپاس استفاده میشه، معمولا از سفینوس وینوم ماموری یا رادیال آرتری را میگیرن و در این قسمت از او استفاده میکنن. یک تیر دکتر سیبا یک سوال به من روان کرده بودن که من میخوایم در اینجا خدمت شما عرض کنم، گرچه در این میخوایم در هر شار خدمت شما عرض کنم چون سوالات امتحانی سیملی و بورد اپ میرسند. اگر در این کارتون ببینیم بسیار مقبول نشان داده شده، قسمت بالا پولمونری سرکولیشن نشان میده، یعنی ریه هاست که اکسیجنیشن وظیفه‌اش است، و قسمت پایین اگر ببینین این انساج نشان میده که اکسیژن مصرف میکنه. خداوند بزرگ برای ما و شما یک سیستم بسیار مقبول جور کرده، اکسیژن افینیتی فوق العاده شدید به مقابل هموگلوبین داره و این افینیتی صدها بار بلند میره موقعی که تمپرچر پایین شوه و پی اچ بلند بره. این شما در فیزیولوژی خوانده و ببینین ما و شما در یک دقیقه شاید 5 لیتر 6 لیتر منت ونتیلیشن داشته باشین، در یک روز 10,000 لیتر هوا را تنفس. چرا؟ برای اینکه ریه ها سرد شوه. چرا؟ به خاطر که افینیتی اکسیژن به مقابل هموگلوبین بیشتر شد. شما یک مقدار زیاد سی او 2 رو بیرون میکنه. وقتی که شما تنفس میکنین اکسیژن میگیرین سی او 2 رو بیرون میکنه. محیط قلوی القلی میساله. پی اچ بلند میبره. چرا؟ به خاطر که افینیتی اکسیژن به مقابل هموگلوبین بلند ببره. The fraction of second اکسیژن از الویولا میخیزه و بالای هموگلوبین مینشینه. بناهن اینمی اکسیژنیتد هموگلوبین توسط یک پمپ که قلب است پمپ میشه و ای با اجرات رسانده میشه. وقتی که در اجرات رسانده میشه اکسیژن به استقلاب میرسه. وقتی که اکسیژن به استقلاب رسید تمپرچر بلند میشه، تمپرچر سی او تو تولید میشه، سی او تو تولید شد کاربن اکسید میسازه، لکتیک اسید پیدا میشه، پی اچ پایین میشه، افینیتی اکسیژن به مقابل هموگلوبین صفر میشه، اکسیژن به انساج مصرف میرسه. این حال سی او 2 وقتی که تولید شده میبینه که چوکی خالی است، میخیزه بالای هموگلوبین میشینه. اینجا البته ارتریول است، وینول به وین ها تبدیل میشه، میبینه که رنگ آبی وریدی رو نشان میده، به سیستم وریدی پس میاد در ریه ها اکسیژنیشن صورت میگیره. اکسیژن دلیوری در حالت نرمال 1000 ml در یک دقیقه است. اکسیژن دلیوری در حالت نرمال 1000 ml در یک دقیقه است. اکسیژن کانسامشن اجرات تنها 250-25% ضرورت داره، 25% استفاده میکنه. اکسیژن سچوریشن در سیستم شیریانی 100%، در سیستم وریدی 75%. از این متد، از این مکانیزم ما استفاده میکنه. چی استفاده میکنه؟ مریضای خود مانیتور میکنه. فکر کنین اگر مریض های شما کاردیوجنیک شاک داشته باشه و یا هایپوولیمیک شاک داشته باشه، مریض های شما خونریزی شدید دارن و همچنان هارد اتک دارن، اجرات کاملا نرمال می باشه. بنان وقتی که اکسیژن هموگلوبین میگیره میاره کم میشه، یا ای که هموگلوبین زایه میشه خونریزی داریم، یا ای که اوتپوت کاردیاک کم میشه اکیوت مای داریم، بنان اکسیژن دلیوری کم میشه. وقتی که اکسیژن دلیوری کم شد اجرات خود زنده است، اینا تمام اکسیژن مصرف میکنن.
بناهن میکس وینوس اکسیژن یا سنترال وینوس اکسیژن سیچویشن بسیار کم میشه، حتی 40 حتی 30 درصد حتی 20 درصد میشه. چرا؟ برای اینکه کلش تیشی مصرف کردن. و ای وی دی او 2 فرق بین آرتریال و وینوس اکسیژن کانستنت بسیار زیاد میشه. برخلاف در مریضای سپتیک شاک، مریضایی که سپتیک شاک دارن، در اونجا میکانیزم دیفرنت هست، در اونجا تیشو موف میشه. بسیار ببخشید دوست، مایکش روشن است لطفا مایکروفونتان روشن نکنین. دکتر سبا علاقمند هستن، میخواین که موضوع را بهتر بفهمن. بناهن در سپتیک شاک میتوکاندریال دیسفانکشن در اکسیژن استفاده کردن میتونن، یک. دوم شنت میشه به خاطر که یک مقدار زیاد نایتریک اکساید آزاد میشه، بناهن شیریان ها شنت میکنه، یعنی که به تیش ورس از این طرف میاد به این طرف میره. بناهن میکس وینوس اکسیژن سچوریشن نرمال باقی میانه بلانه. ای وی دی او تو در اونجا یعنی ارتریال وینوس اکسیژن کانتنت دیفرنت کم میشه. در این می موقعیست که ما ایره مانیتور میکنیم و سوالات متعدد برای دکتر سایبای جوانه که در بورد آف میدیسن و یو سی ملی و امتحانات جهان غرب شامل میشن در این جمله می باشه. برای دیگه آسانتر ایره خدمت شما تقدیم کرده باشم، ببینید اینجا هایپو وولمیک شاک نشان میده، کاردیوجنیک شاک نشان میده، در پایینش سپتیک شاک نشان میده. در تمام شاک ها فشار خون پایین میشه و حرکات قلبی زیاد میشه. اما یادتان باشه که در سپتیک شاک کاردیاک آوتپوت در هایپوولمیک و کاردیوجنیک کم میشه، اونجا والیوم کم است، اونجا قلب پمپ کردن نمیتونه. اما در سپتیک شاک به خاطر که شانت صورت گرفته، به خاطر که وازو دایلیشن صورت گرفته متعاقب آزاد شدن نایتریک اکساید، کاردیاک آوتپوت ریلاتیفلی نرمال می باشه، حتی بعضی اوقات بلند هم میتونه باشه. پولمونری کپلری ویج پرشر یادش با باشه که در کاردیوجنیک فوق العاده بلند، بازی که قلب پمپ کردن نمیتونه، پریلود زیاد میشه، کانجشن پیدا میشه، دیدگا یعنی میبینید که دیدگا نسبتا کم میشه. سیستمیک واسکولار رزیستنت هم در هایپو وولیمیک هم در کاردیوجنیک فوق العاده بلند میره، اما در سپتیک شارک به خاطر شک و بازو دایلیش دکتر سایبای محترم دکتر سبا ما اگر شما فاروق غلام عثمان عبد سامسونگ اس ام لطفا مایکاتون رو بسته بکنین. لطفا ما کوشش دارم دکتر سبا، خواهش ما نیست که اگر خود میوت کنین بسیار عالی میشه. به هر صورت دقیق به نام هموداینامیک یاد میکنه که شما به طرف چپ، به طرف راست به نام آکسیمتری یاد میکنن. آکسیمتری ببینین میکس وینوس اکسیژن سچوریشن در مریضای سپتیک شاک بلند می باشه، ای وی دی او تو تفاوتش کم می باشه، در حالی که در هایپو وولمیک و کاردیوجنی که مقدار زیاد اکسیژن مصرف میشه اینا کم میشه و ای وی دی او تو بلند میشه. که ایره من میخواستم خدمت شما پارت آخری ده که من خدمت شما بگم یا ای باید بسیار زیاد در اینجا توجه شما برای عبارت از نرسینگ منیجمنت است. ما در امریکا در ICU Intensive Care Unit نرس های مخصوص داریم که وظیفه از اینا تأمین Vital Sign و Monitoring پیشنت مریض می باشد. این نرس های یک ترینینگ مخصوص دارند که به سوی نرس های عادی نیستن، بیشتر هستن، یعنی ICU ترینینگ دارن. هستن متوجه هستن؟ بازم یک دیدار دکتر سایبا بابری صاحب گرامی با معذرت، استادای گران قدر، رؤسای بسیار محترم، لطفا نزاکت داخل کنفرانس مراعات بکنید. جناب عبدالنقیب الله سامسونگ اس ام ای سی دو اف پاین لطفا مایکایتان بسته بکنید. در غیر از پروفسور صاحب بابری خودتان کل مایکا را بسته بکنید. منطق احترام شما را همه داره و از تان تقاضا صورت گرفت که مایکایتان را لطفا بسته بکنین، خودتان بسته بکنین. به صورت بسیار خلاص تشکر محترم دکتر سیب شیمامل بزرگوار شما میشه لطف دارین. شاید که
بازار تسبا بدون مداخل میشن، کمپیوتر خدا آن آف میکنن، مشکل پیدا میشه. با هر صورت بازم خدمت شما عرض کنم، در قسمت نرسان، نرسا ریشیوی نرس به مقابل مریض 1 تو 1 1 تو 2 می باشه، یعنی یک نرس دو مریض می داشته باشه تا ای که بتانه اکسیژن، اکسیمتری، هموداینامیک، وایتال ساین، انتیک، اوتپوت، کامپلیکیشن های تداوی. لکتید لیول فوق العاده مهم است. به شما میبینید وقتی که لکتید لیول مریضا کم می باشه، سروایولشان اکسلنت است. هر قدر که لکتید بلند میره نشان میده که انیروبیک سایکل فعال شده، ای تی پی موجود نیست، انیروبیک سایکل فعال شده، اسیدوسیس، لکتیک اسیدوسیس پیدا شده و وفیات فوق العاده بلند میره. بناهن مانیتورینگ از این بسیار مهم است. همچنان نورولوژیک مانیتورینگ است، ریسپیراتوری مانیتورینگ بسیار زیاد مهم است. مریضایی که به مکانیکال ونتیلیتر هستن، نرسا همگیشان هم پیک اوی پرشر، پلاتو پرشر، بلاد گس مریضا را همگی را تعقیب میکنن. که البته کل کارهای نرساس در قسمت اختلالات کاردیوجنیک شاک، کوما، اناکسیک برین انجری، مولتی سیستم ارگان فیلر، کیدنی لیور و بالاخره میتونه باعث مرگ مریضا شوه. بازم از تمام اساتید محترمی که در این سمینار ما شرکت کردن جهان سپاس میکنم. یک عالم از شما تشکر، امروز در این سمینار امرای ما اشتراک کردین. امیدوار هستم که در آینده ما بتانیم بیشتر این قسم سیمینار ها داشته باشیم از دکتر صاحبا و کادرهای علمی افغان که در خارج از افغانستان وجود دارن. البته بازم امی موضوع را فرقانی صاحبا عرض کردن، ما هم خدمت شما عرض میکنم، ما شما که بهتر نیستیم، ما قرضدار شما هستیم. شما این ابتکار به دست گرفتین، ما شما یک جهان سپاس میکنم که امی کار کردین. این کار تنها در افغانستان نه، در پاکستان شده، در هندستان شده. با وجود تفاوت هندستان و پاکستان با مراتب بهتر از شما میفهمین، اما اونا از کادرای علمی خود استفاده میکنن، حتی از خود ما بنده دعوت کردن در سمینارهای خود. بنان خواهش ما شما ایست که امی زمینه را به صورت مشترک بین معسلین و استادای ما، رؤسای محترم و همچنان از کادرهای علمی افغان در خارج دعوت به عمل بیاید که ما و شما بتانیم تجارب خود با یک دیگر شریک کنیم. جهان بسیار نزدیک شده و تکنولوژی به مراتب بهتر است و ما میتونیم که این ارتباطات خود بیشتر و بیشتر بسازیم. از شما یک جهان سپاس میکنم. امیدوارم